ممانعت در مناصب سیاسی موافقم. ارشد به نظر من روحانیت نباید بره خودش پست و جایگاه بگیره. روحانیت میتونه که مثل دقیقا زمانی که روحانیت تو زمان شاه و زمان طاغوت برای چی عزیز بود؟ برای اینکه خودش پست سیاسی نداشت، اما یقه‌گیر از مسئولین سیاسی بود. من موافق این حرف شما نیستم. ما اگر نگاه کنیم دوره دوم یا دوره سوم مجلس، عکساش الان میبینیم تو اینترنت هست، اکثر که نه ولی خب تعداد قریب به اتفاقی از نماینده ها روحانی بودن. اون دوره ما جنگ بود، عرضم بودتون که تحریم بود، مشکلات خیلی زیاد بود، اما وضعیت اقتصادی اونقدر خراب نبود که الانی که میبینیم داخل مجلس. شاید روحانی که داخل مجلس باشن انگشت شمار هستن، تعداد یه دست و بیشتر نباشن. پس میبینیم با اینکه روحانی از سر کار بودن تو مجلس، توی نهاد مهمی هم بودن، تو نهاد تصمیم گیری بودن، خوب عمل کرد داشتن. چیزی شما میگید بگم استثنا باشه، حالا یه مجلسی تشکیل شد، یه عده هم رفتن و خوب کار کردن. یه مجلس زیاد همونه، رئیس جمهور روحانیه، رهبری روحانیه، رئیس قوه قضاییه روحانیه، وضعیت مطلوبی نداره. شما الان شاهد مثالتون یه مجلس دو مجلس بود، بقیه جا چی؟ شما یه مثالی میزنی، مثلا تو مجلس سوم وضعیت خوب بوده، جنگ بوده، خب شاید هم اگه غیر از ملبس هم نبودن، روحانی هم نبودن، وضعیت مطلوب بود. شما تو قضیه بنزین ببین، سران قوا تصمیم گرفتن وضعیت این باشه، دوتاشون آخون بودن، که حتی آخون بودن زیاد موضوعیت نداره تو این قضیه، ولی دوتاشون آخون بودن، وضعیت چی شد؟ یه بچه 3 سال هم بهتر میتونست تصمیم بگیره. اینکه رب نداره مثال نفت اتفاقا یکی از این سران قوا خودش مخالف این بود. یک اگه مخالف بود نمید به ما بگه من مخالفم. 3 نفر بودن، بالاخره دوتاشون هم آخون بودن. خب اگه میملناک روحانیته، قضیه فاجعه بار شده. یعنی اینکه مثلا بگیم یه دوره شرط مطلوب بوده چون مثلا روحانی بودن، اینا نیست. بستنی که منصب بگیریم یا نه، ما این بریم بیشتر به سمت این بریم. مردم نسبت به 40 سال پیش دیندارتر شدند. شده ان یعنی الان شما میگی شدن؟ نه نشده. در واقع من میخواستم ممتنع باشم، ولی چون نظرم به موافق نزدیکتر بود اومدم این سمت. مردم تو یه سری چیزها بالاخره میشه گفت بیدارتر شدن، ولی خب یه سری چیزها هم فراموش کردن. من میرم رو ممتنع. شنیدی دقیق رو آخرش میبیش خودم، من میدونم. حالا داخل بس باز توضیح میدیم جاشون عوض میشه. من موافقم چون که ما خودم جهان بینیم تا نوک بینیمه، ولی نگاه میکنم مثلا رهبر انقلاب تو تعابیری که دارن میگن که جامعه امروز ما خیلی از جامعه حتی زمان رسول الله بهتره، جوانهای ما خیلی پیشرفت داشتن. اگر منظور سوال این بود که مثلا حالا بخوایم بروز و ظهور اعمال عبادی تو مردم ببینیم، واقعا سخته این بخواد آدم اینو بسنجه. چرا؟ واقعیت مساجد خلوته، مساجد خلوت‌تر شده، هیئت‌ها شاد خلوت‌تر شده، اما یه سری مؤلفه‌های اعمال عبادی هست که یعنی چیزهای دیگه هست که واقعا اینو عبادته، ولی حالا تو ذهن ما از اون نماز و روزه و حج و اینا یکم دورتره. مثل همین کمک کردن تو سیل و زلزله، مثل همین حجمه و نامه هایی که به حضرت آقا داده بودن که بعد به جوانایی که برن مثلا قبل انقلاب مثلا سیل و زلزله میشد مردم کمک نمی‌کردن. حالا ادامه‌شو بگم بعد. مثل مثلا نامه ها و درخواست هایی که جوانا به حضرت آقا داده بودن واسه این که برن سوریه برای مدافع، اینا همه جزء چیزهای دینداری مردم میشه. اونایی که تو جنگ 8 ساله شرکت کردن کجا بزرگ شدن؟ حالا میگم من برای همین ممتنع باعث شدم. کسایی که رفتن جبهه تو چه فضای بزرگ شدن؟ اون افراد تو هر فضای بزرگ شدن، تو اون فضا نه موبایل بود، نه فضای مجازی بود، نه این شبهات بود، نه این تهاجمات فرهنگی بود، اینا خیلی کم بود. حالا یه سوالی از شما کنم، به نظر شما اینکه گستردگی فضای مجازی، رسانه، دسترسی به اطلاعات بیشتر شده، باید دینداری بیشتر بشه یا فسخ و فجور؟ به خاطر اینکه عادت کردیم سالیان دراز خب فقط ما حرف میزدیم، من میرفتم بالا منبر، من خودم روحانیم، خب پبلیغم میرم با لباس، تبلیغ نمیرم در میارم. به خاطر اینکه ما عادت کردیم متکلم وحده باشیم، من برم بالای منبر صحبت کنم، یه عده آدم هم بشینن، حالا یا مجبورن یا دوست دارن گوش کنن.
عادت نکردیم که تعامل داشته باشیم به اون صورت. اگر اینجا ایستادم به خاطر این که ممتنع ایستادم، چون یک سری از ظواهر رو میبینم، میبینم دینداری ضعیف شده، اما وقتی با جوان صحبت میکنم و عمق باورش رو میبینم، نگاه میکنم که خیلی از اینا که شاید به ظاهر دیندار نباشد، از من طلب دیندار دارد. هر لباس سید حسن آقا میری درست بسا خیلی عجله هم دارد، خیلی هم یه وقت هست یه روحانی تخلفی میکنه، خب یکی دو تا سه تا شدم ده تخلف کنه، بعد بررسی میکنن تخلفهاشو، باهاش میشینن صحبت میکنن، والا پایین میکنن، حالا یا از کرده خودش پشیمونه یا پشیمون نیست، بالاخره یه تخلفی کرده. این شاید نیازی به خلع لباس نباشه، اما یه وقت هست یه روحانی مثل آقا میری تخلفش عدول از اصول و اعتقادات هست، تخلفش عدول از معاد هست که یکی از اصول دین ما هست، تخلفش از حجاب است که یکی از اصول و اصلیات دین ما هست. خب این دیگه جایی برای مماشات نداره. چرا؟ چون کسایی که طرفدار این هستن و حرفای اینو گوش میکنن، با توجه به لباسی که تنش هست، حرفها و صحبتهاشو با توجه به لباسش قبول میکنن و بهش عمل میکنن. میگه آقا پس چه حجاب زیاد مهم نیست دیگه، یه شخص روحانیه، یعنی داره واقعا یکی از اصول دین رو زیر سوال میبره. حالا بعضیا میگن آقا ما با خلع لباسش مخالفیم. چرا؟ چون این خلع لباس شد بیشتر مشهور شد. خب دلیل نمیشه. یه بازیگری هم چند وقت پیش رفت اونورا آب، فالووراش از 2300 نفر شد بالای 1,000,000 نفر. خب این ملاک نیست. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، آیه قرآنه، اکثر مردم نمیدونن، اکثر مردم نمیفهمن. بزرگترین لطفی که در حق سید حسن آقا میری شد این بود که لباسش رو ازش گرفتن. چرا؟ چون ما تو کشور سید جان خیلی احزاب و فرقه ها و چیزهای مختلفی داریم که حرفشون رو میزنن، لذا نیومدن به این میگن آقا دهنتو ببند یا اینکه تریبونش ازش بگیرن یا اینکه خیلی هارم گرفتن نظر نکن. اون وقتی که لازم و ضروری بوده فرقه هم بوده شه. بوده بستنش لذا تمامش اومدن لباس ازش گرفتن و خب. مردم اینو میفهمن، یعنی آی مردم این آقا میری از این به بعد هر چی گفت دیگه حرف حوزه نیست. مجموعه حرفایی که آسد حسن میزد درست بود یا نبود؟ مجموعه صحبت‌ها رو یعنی مثلا میگه غلط اصلا نداشته، یا نه منظورت اینه که شاکلش رو به انحراف بوده؟ نه مجموعه شما لایواشون رو دیدید دیگه؟ آره. خب آره. حالا ما نمیگیم همه رو، ولی خب منم همه رو ندیدم، تقریبا همه رو میشه گفت دیدیم. مجموعه صحبت‌هایی که آسد حسن داشت درست بود یا نبود؟ به نظر من خب سیستم حوزه علمیه، اختلاف نظر خیلی زیاده. یعنی مثلا مباحثی در مورد معاد میشه، خب مثلا معروفش در مورد حجابه، ما عادت کردیم مردم رو بترسونیم، از موش آویزون میکنن، اون داستانه اونطوری و اینها. خب با ترسوندن مردم رو بردیم به یک سمتی. این حرف شما الان جواب سوالی بده، جوابشون میدم، مشکل نداره. من میگم اختلاف نظر تو حوزه علمیه هست، حتی تو موانی معاد هست که آقا معاد چه جوریه، الان میریم اونور خدا آتی، خدا جهنم رو درست کرده، ما میریم اونجا یا نه، جهنم اعمال منه. چون معروف شده به ریز ریز حساسیت پیدا کردن، و اگه رو هر آخوندی همین حساسیت ها باشه و تقدس بذاریم کنار، تقدس زایی نکنیم، ایشون مرجع تقلیده، ایشون رئیس فلانجاست، نه بذاریم کنار، ریز ریز بذاریم صحبت کنن، ایشون لایف میذاره 2 ساعت بعد پرسش و پاسخه، کدوم از آقایون اینطورین در این حد؟ چون ببینید میخوای بعد اون وقت اگه میخوای ریز بشی میتونه از همه ایراد در بیاری. طبق چیزی که شما میفرمایین ما با وهابیت هم اختلاف نظر داریم و باید فقط در حد اختلاف بهش نگاه کنیم دیگه. اونم یه دینه، ما هم یه دینی داریم، با هم یه اختلافی داریم، سر یه سفره بشینیم با هم غذا بخوریم، این اختلاف نیست. ببینید دین یه چیزیه، خب حالا ما فهممون از اون یه چیز چند تا چیز مختلفه، اون چیز یا درسته اون فهم ما یا غلطه. حالا فهم آقای سید حسن آقا میری تو یه سری مسائل در مورد دین غلط بود، بهترین ریاکشنی که به نظر شما حوزه علمیه میتونست نسبت به این مطالب داشته باشه چی میتونست باشه؟ ایشون میتونستن 20 تا استاد ایشون رو رسما دعوت کنن. این دقیقاً همون کاری که ما نکردیم، ولی خب ما عادت کردیم. چرا ما نمیتونیم جواب بدیم؟ مطمئن باشه کسی میتونه حرف بزنه، حرف میزنه. تو بحث قبلی هم بود، ما همه رسانه میترسیم. مطمئن باشه اگر الان اون آدمایی که دست در کار ریاست دارن و فلان، اگر همین الان فشارشون نباشه همه رو فیلتر میکنن. نه من قبول دارم ما نمیتونیم خب، از اگر ما حرف داشتیم حرف میزدیم، نه محبوب تر میشد، نه طرفدارش فکر نمیکنه از حوزه علمی رفته، ایشون دیگه اساسا حوزه نبوده، انگار مثلا شیفتیلیت کردیم سابقه این از حوزه، اون مشخص حوزه درس خونده، ایشون میخواد بگه حرفش حرف حوزه نیست، حرف حوزه نیست حوزه مخاطب، مگر نه آزادی بیان، ما مملکتمون آزادی بیان داریم. حرف بتونیم بزنیم
اگر بتونیم دیالوگ برقرار کنیم. خب صحبتشو که نگرفتن ازش. من میگم آزادی بیان داره. یه نفر اومد علم قطع کرد آیه رفیعی، گفت من مناظره میکنم. یه جلسه گذاشتن. خب یعنی این همه استاد داریم فقط ایشون میتونست بیاد کار کنه؟ این هم آدم نمیتونستن بحث کنن. یعنی راهکار ما همه رو باید بزنی، با تبر باید شروع کنیم به حرکت کردن. ما الان ریش سفیدای حوزه‌مون که من با یکی از اساتید خدای آقا میری صحبت میکردم، میرفتیم منزلشون، ایشون میگفت ما، حالا من نمیخوام اینا رو بگم اینجا جاش هم نیست، ولی مثلا میگفت ما با ایشون صحبت میکنیم میان، ولی گوش به حرف ما نداده تا الان. آنجور باید گوش کنیم. نه نگاه کن، نه نمیخوام بگم گوش بده شما، نه این کارا رو نکن. ما منظورمون حرف طلبگیه دیگه، بشینن گفتگو کنن. آفرین. شما ببین آقای آقامیری خیلی فالوور داره، اما الان کدوم ریش سفید حوزه اینقدر فالوور داره؟ اصلا اون میاد با اینا بیاد الان آقا تونسته کار رسانه‌ای کنه، خب زحمت کشیده، تولید محتوا کرده، بیانش هم خوب بوده، تونسته فالوور جذب. لازمش روحانیون برای کسب درآمد شغلی مجزا داشته باشن. تبلیغ دین فروشیه یا اینکه ما وظیفه‌مونه که این کارو انجام بدیم؟ فروشی نیست. مشاغل مجزا که گفتم، خب مشاغل زیربط طلبگی دیگه، نه اینکه مثلا یه طلبه فرض مثال بره گچکاری کنه. حالا مشکلی هم نداره یه طلبه گچکاری بلد باشه بره گچکاری کنه. شما الان موافقی که طلبه خارج از شغل طلبگی شغل مجزای زیربط؟ ببینید این یه دونه نکته است. چرا من میام اونور شما بیام؟ نه شغل مجزا ولی زیربط. شما من موافقم که داشته باشه. ایشون میگن فرض سوالو برای اینکه خب مخاطبم بهتر بفهمه، فرض سوال الان این گرفته شده که کارهایی که ربطی به حوزه نداره، نداشته کتاب پژوهش تدریس، اگه اینا نداشته باشه، مثلا مسافرکشی، من استاپ کار میکنم. خب اگه منظور سوالم باز همین دیگه هم دارم، منظور اینه شغلای دیگه هم داشته باشی، شما موافقی داشته باشن یا نه؟ باز اگه در این صورت مجزا رو اینی که شما میگی در نظر میگیرم، یا من میام تو موافق یا میام تو ممتنع. باز تو مخالف نه، بیا هر جا میای، بیا حالا بیا وایس ببینیم کجا فعلا یه قدم بیام تیمه کی. خیلی چی میشه به نظر من، حالا اگه دوستان صحبت کردن این بحث اینطوریه، یه وقت میگی ایدئال چیه، میگی شغل، من میگم آره ایدئالی، من برم تو خیلی موافق، ولی الان نمیتونم ایدئال صحبت کنم، بعد رئال صحبت کنم، واقع بینانه. واقع بینانه جامعه امروز ما اینه که من اینجام. اگر بخوای خیلی ایدئال باشه، یعنی به زن و بچه سخت بگذرونی، میتونی بگزنده بمونی، ولی اگه بخوای واقع بینانه تو این وضعیت اقتصادی جامعه زندگی کنی، کار کنی، خب و بتونی درآمد داشته باشی، من خیلی موافقم کار کنم. خود من 3-4 سال اسنپ کار کردم شدید، الانم کار دارم، اینستاگرام پیج دارم، محصولات میفروشم، فعالیت اقتصادی دارم. چرا اگه این کارو نکنم بعد چیکار کنم؟ از دلایل این که اصلا حالا ما باید قبول کنیم یه سری اشخاص تو جامعه هستن که از روحانیت بدشون میاد، یکی از دلایلی که از روحانیت شاید به قول معروف زیاد دل خوشی نداشته باشن اینه که میگن خب مثلا فرض مثال فردا روزی اگه توی یه دونه محل نونوا بمیره فایده آخون چیه؟ آره چیه؟ بعد میگن آقا شما روحانید، بعد حالا گیریم پولم میگیرید، اصلا شما میگی 5000 تومان، من میگم 1000 تومان، اون 1000 تومانی که داری میگیری برای چی داری میگیری؟ بگو. بعد اگه تو این یه روزی نباشی، مثلا فرض مثال نبودی، این 1000 تومان نگرفتی، چه اتفاقی میفته؟ خب همه حرفی که خودتون زدی، هر کاری انجام بدی باز مردم یه ایرادی میگیرن. نه گفتم یه سریا تو این وضعیت الان، مخصوصا از زمانی که کرونا اومده، واقعا برخی از روحانیون و طلبه ها که هم نماز تعطیل شده، هم که پولی بابت نمیدادن، واقعا حتی اون چهره رفته برگشت خیلی از طلبه ها نمیشد، باید یه کاری در کنار کار طلبگیش انجام بده که بتونه امرار معاش زندگیش رو داشته باشه. اگر برگردن دوباره روحانی میشن. روحانی که نمیشیم ما، روحانی یه دونه از گفتی ولی آفرم. یعنی چه جوری؟ یه بار دیگه سوال بگیسیم. برگردی اقعا طلبه میشی دوباره؟ آره بودو بیه میشه دیگه، بودو بیه تو آغوش اسلام تا بیا بریم دیگه. یه روز داشتم از نماز جماعت برمیگشتم، ظهر بود، تو پیاده رو تو همین تهران خیابان فردوسی داشتم می اومدم، یه خانومی داشت با بچهش می اومد از مقابل من، این بچه داشت گریه می کرد، ظاهرا بهانه چیزی گرفته بود که مادره مثلا حالا واسش تهیه نمی کرد، این داشت بیقراری می کرد، گریه می کرد و می اومدن به سمت من. همین که نزدیک به هم شدیم، مادره اشاره کرد به من، خطاب به بچهش گفت که گریه نکن وگرنه میگم این بخوردت. سوسماس گلمم یرسه چک گل اللهم